شروع کن. خب اولی که من شروع کنم راجع به بعضی از بچه ها که اینو یه جوری فیلمی راجع به طبقاتی دیدم. من خودم اینو اصلا یک نگاه طبقاتی ندیدم، برعکس یه فیلم خیلی عادی دیدم از یک خانواده کلاس که حالا دارن یه زندگی میکنن. اتفاقا این خانواده هیچ کدومشون هم خیلی به دنیای خارج و این دنیایی که میتونه خیلی پولدارتر و راحتتر زندگی کنن اطلاعی نداره. کما که وقتی دختره میاد توی قسمت اون نیبرهودی که اون مرد زندگی میکنه و نگاه میکنه، میبینه که با یه دختر رو میبینه که از کنار خودش رد میشه و تازه برای اولین بار توجه میکنه که این دختر چرا لباسش فرق میکنه با مالی. یعنی من اینجا احساس نکردم که پس با یک خانواده طرفم که با مشکلات طبقاتی روبرو بود. یه دیگه دیگه در مورد این صحبت که احمد تو که می‌خواستی به دنیا راجع بشی، حالا کم جوتا حرفم بهت میگم چه کدوم طبقات فیلمای بریتیش قرار می‌گیره. خب این کارگردان مورد علاقه من آندریا آرنولد اسمش و من میام این پلان پرزنتیشن امروز من میام از دایرکتور و صحبت می‌کنم، بعد تمایی که توی فیلماش استفاده می‌کنه به چه موضوعات علاقه‌مندی کارگردان و چجوری اینا رو میپرورونه توی فیلماش، بعد راجع به همین فیلمی که امروز دیدیم صحبت میکنم، داخلم همین چجوری با هم جمع میکنم تا یک نگاه کلی داشته باشیم. خب اول از زندگی شخصی شروع کنم. من فکر میکردم فیلم زندگی شخصی خود این خانومه. حالا یه دکه اینجا بودن میگفتن این فیلم آینده ای رو به ما نشون میده، برعکس خود این خانوم دقیقا تو 18 سالگیش خونهش رو ترک میکنه و اتفاقا میره و میشه شروع میکنه کار کردن که من توضیح میدم و بعد موفق میشه تو کارش. خب یه چیزی نزدیک که 53 سال داره الان، اولین بچه خانواده از 4 تا بچه هست که زمانی به دنیا آمده مامانش 16 سال باباش 17 سال داشته. دقیقا میتونیم توی همچین رنج خونه که الان داره ازش فیلم میگیره ببینینش. بعد یه بچه به نسبت سیاه بین بوده، خب به صرف همین تیپ خونه‌ای که دارم توی زندگی میکنن خیلی از بچگی چیزای دارک استوری که میشه داستانای سیاه رو دوست داشته و به اون علاقه منده و اون رو میخونده و مطالعه میکرده. که اون که مثلا توی مدرسهش وقتی 10 سالش بوده دوست داشته راجع به یه دست یه دایری هست، دایری آن فرانک، این یه دایری مشهوری هستش توی انگلیس که بچه ها اصولا نگاش میکنن، البته نه تو سن 10 سالگی ولی خب بالاتر جز ادبیاتشون هست. راجع به یه خانومه که صحبت میکنه 2 سال و 1 ماه 2 ماهی که توی چی هستش، توی یک به خاطر نازیا و چون یهود بوده میره توی اتاقی بالای یک شیروانی زندگی میکنه و تمام دایری راجع به اینه. و خب جالبه دیگه این که میدونیم چی شدیه. 18 سالگی همچون که گفتم کنت رو ترک میکنه، کنت شهری بود که توی زندگی بدون متولد میشه و میره به لندن. توی لندن حدود 10 سال این کار میکرده واسه بچه ها، یه پروگرام داشته توی تلویزیون که واسه بچه ها نمایش میداد و کار میکرد، همزمان باش مینوشته و توی این 10 سال تمام این نوشته ها رو با هم جمع میکنه. اینکه بالاخره فکر میکنه به اون تجربه رسیده که پاشه بره LA، پاشه بره لس آنجلس و اونجا کاری که میکنه اینه که شروع میکنه این رایتینگاشو به سکرین رایتینگ، به فیلم نامه نویسی تبدیل کردن. یه کلاس میگیره اونجا شروع میکنه روی فیلم نامه نویسی کار کردن. خب بعد که شروع میکنه سکرین رایتینگ روی فیلم نامه نویسی کار کردن، همزمان هم توی AFI Conservatory فکر میکنم یک مکانی هست که خیلی مشهور توی امریکا برای کسی که میخوان کارگردانی رو به یه حالت اکتیو و فعال هالیوودی یاد بگیرن، اونجا شروع میکنه خودشو آموزش دادن و وارد سیستم آموزشی اونا میشه. 3 تا فیلم اولی، 3 تا فیلم شورت هستن، کوتاه هستن. از این 3 تا فیلمش وست جایزه میبره. بعد الان 3 تا فیلم دیگه داره، یعنی که ما داریم از کارگردان خیلی خیلی تازه کار حرف میزنیم. سال 2006 2009 فیلم بود که امروز دیدیم و 2011. این دو تا فیلمش هر دو تا، این هر 3 تا فیلمی که تا حالا ساخته جایزه بردن، جایزه های متفاوت بردن. جایزه دو تا فیلم اولش جوری پرایس بوده از کن که خب به یه جایزه به نسبت خوبیه و برای یه خانم که تازه میخواد شروع کنه به کار خیلی مهم فهم هست. خب حالا اگه من برم اینا رو سعی رد میشم چون چیز پیز بیاد دارم چه ستا رو میتونم
خب حالا برم سراغ جواب احمد. فیلم های خانم رو مثل فیلم های مثل یک سری فیلم های جدید مثل اون قبل ما داشتیم دیگه، یه سری موج نوار داشتیم که این موج نوار شروع کرد توی اروپا به کار کردن و این موج با یک سری کاراکترهای خاص با یک سری فاکتورهای خاص وجود داشت. الان هم یه موج دیگه توی اروپا دوباره راه افتاده که بهش میگن فیلم های اکستریم. اینا کارگردانایی هستن که شروع کردن خیلی واقعی فیلم گرفتن و واقعی ساختن. برای مثال من یه کارگردانش رو نوشتم، وینتر بالم، یه فیلمی داره به اسم آهنگ شماره 9، آهنگ 9. و بعد این شما واقعا توش سکس طبیعی، یعنی سکس واقعی رو می‌بینید. بعد وقتی بهش میگن خب بابا این چرا تو کارگردان دو تا بازیگر گذاشتی دارن با هم سکس می‌کنن، یعنی چی؟ میگه که خب وقتی که ما دور یه میز می‌شینیم و غذا می‌خوریم، همه کسایی که بیرون آدینس به من رو نگاه میکنن، این فیلم رو نگاه میکنن، کاملا به این مورد واقفن که غذا یک چیز واقعی الان توی اون سن و اینکه حتی عمل غذا خوردن هم واقعیه. ولی وقتی که دو نفر سکس میکنن توی صحنه سینما، هیچ وقت اینجوری نیست و همه میدونن بیرون از پرده که این واقعی نیست و من میخواستم این رو بشکنم. تا این حد اینا سعی میکنن برن به اون مرحله از واقعیت رو نشون دادن که خب یکی از نمونه هاش این. یا یکی دیگه از کارگردان ها هست اسمش، این اسم ها بسیار سخته، به اسمش رو فراموش کردم، بعدا میتونی ازم بپرسیم چون دارمش با این توی دارم. اون چیزی که داره، چیز خوبی که داره اینه که میگه که من دوست دارم دراپ آف بیفتم توی لایف، انگاری که شما مثلا بیرون یه زندگی بودین و بعد میوتین توی یه خونه زندگی، توی تمام مسیری که داره اتفاق میفته توی اون خونه. من دوستم تا این حد واقعی فیلمو بگیرم و اون کارگردانم تو کارش موفق بود، حتی جایزه هم بابت این کار برده. خب اگه من بخوام بگم چه جور فیلمای هستن این فیلمای اکستریم، یه مثالش که دادم بیشترشون راجع به سکسه، برای اینکه موضوع دیگه خوب باز کردن کارگردانم قربونشون برم دیگه جایی برای چیزی نداشت. ولی خب سکس و خشونت اینا موضوعی هستن که داره خیلی باز میشه، مخصوصا مثلا خشونت‌های خیابونی که اصولا ما ازشون امتناع میکنیم، باهاشون کنار نمیم، اونا رو از جامعه حذف میکنیم. اینا همه دارن فیلم میشن. خیلی حس، احساساتی که نه احساساتی باشه که ما مثلا ببینیم که دختر هالیوودی میاد میگه I love you و بعد یه مرد هالیوودی هم جوابش میده و بعد اینا میشنن توی کادیلا که میرن از شهر بیرون، دنبال یه همچین فیلمی نیست، بلکه باید حس واقعی رو بهتون منتقل کنن. چجوری این کار میکنن؟ با صداها. مثلا شما دیدید، حالا من تو عکس ها دارم، وقتی رفتیم به فیشتنگ نشونتون میدم، نفس ها رو قشنگ صداش میاد برای شما، یه جور اگزاجری نفس ها رو بهتون نشون میده. یا وقتی که میخواد تاچ کنه یک کسی رو، اجازه میده شما این لمس رو بکنید. چرا؟ یه دلیلش اینه که خیلی راحت دوربین رو میارن از دید اون کس بازیگر و شما انگار اون مثل یک بازیگر بیرون نشستید و دارید نگاه میکنید چه به سرتون داره میاد. و حالا من اینا رو توی حالتی که مایا هستم عکس گرفتم از فیلم بهتون نشون میدم که چه شکلی. دنبال یه راههای جدیدن که شاک بهتون بدن، اذیتتون کنن، ولی اصلا این اذیت کردن هالیوودی نیست، شمشیر نمیکشن روی چیزی، یا اینکه یه سری چیزای مافوق طبیعی رو نمیان براتون نشون بدن، یه چیزای خیلی طبیعی ولی در این حال بهتون شوک ایجاد میکنه. یه چیز جالبم از جیمز اگر بتونم درست فامیلش رو بخونم، که میاد میگه که سکس توی فیلمای آرنولد شبیه این نیستش که ما روده و احشام و احشای یک نفر رو ببینیم که داره میمیره و عاشق این سکسه، یا اینکه نیست یه مشت یک گلوله پف کرده اسپرم رو دهن یا صورت شکم یکی ببینیم. سکس خیلی طبیعی تر داره شکل میگیره و شما کاملا اینو حس میکنین که اون سیستم اون رابطه رو دارین حس میکنین، نه نسسلی، نه حتما خود عمل سکس رو. اوکی من اینم رد کنم. اوکی. توی هر دو تا فیلم رد روز و فیشتنگ ما این حالت رو داریم که صحنه سکس میاد نقطه اوجش میگیره، اوج فیلم میشه و بعد دوباره از اون ما میریم پایین و فیلم آروم تمام میکنیم.
چیزای جالبی که این کارگردانش کار میکنه به شخصه، حالا ما از ایکس فیلم و ایکس فیلم بریتیش جداشیم، اینه که همیشه توی سکسش میاد نشون میده که دو تا آدم با هم موافقن برای اینکه سکس رو انجام بدن. پس تو عملا جرأت اینو نمیکنی که بگی من اینو ریپ میبینم. ولی در این حال همه توی هر دو تا فیلمش، همان که روی توی فیلم رودش و در این حال غیر قانونی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی فیلم رودش میاد یه خانمی هست که میاد با یه آقای ارتباط برقرار میکنه، بعد اینا یک اتچمنت خیلی خوب به هم میگیرن و بعد وارد اتاق میشن سکس میکنن و بعد یه صحنه سازی میکنه اون خانم، کاری میکنه که نشون میده این صحنه سکس کاملا یه ریپ بوده و بعد مرد رو میده توی دردسر. بازم یه جور رونج. ولی چیزی که مهمه اینه که همه چیز غیر قانونیه توی فیلم، ولی در این حال با توافق طرفه. خیلی با احساس میاد سکس رو ما نشون میده. توی این سکسش عشق وجود داره. حالا اگه ما بتونیم معنی عشق و عشق رو نمیدونم عشق رو تعریف کنیم که جای حس رو بتونه بگیره. ولی سکس فقط به صرف سکس نیست. بس اینجوری نیستش که یه نفر بره صاف توی بار دست دختری رو بگیره و دریم همه آقایون باشه و بعد صاف بره توی اتاق هتل کارشو انجام بده صبح هر کس سلامت. نه اصلا این شکلی سعی میکنه رابطه این سکس رو بسازه. یعنی شما طول فیلم قشنگ حس میکنید چرا به اون نقطه میرسید، چرا اون نقطه دوست دارن این کار انجام بده. یه کار دیگه میکنه، شروع میکنه با بیننده بازی کردن. با دوربینش کاری میکنه که شماها همراه میشین با حتی یه دختر مثلا 15 ساله که اینجا مایاست. نمیاد هر سن یا هر طبقه هر جنسی که شما هستید براش مهم نیست، ولی این باهوشی رو داره که بتونه کاری بکنه که شما با مایا جلو بیاد و ببینید مایا داره چیکار میکنه، چی میشه. همزاد پنداری میکنیم با این طبقه، ولی در این حال ممکن یه نگاهی هم داشته باشیم مثل اینکه این طبقه فقیرن و خب بیچاره قربانیه. حتی همین نگاه بیچاره قربانی هم خودش یه جور نگاهی که شما دارین همزاد پنداری میکنید با این دختر. یه چیزی که خیلی توی فیلمش مهمن بدنه. خیلی بدن رو کوریوگرافی میکنه. شما میبینید که دائم این دختر در حال رقص، این دختر یا حتی مرد روی فیگور مرد خیلی قشنگ زوم میکنه، فیلم میگیره از فیگور مرد، از فیگور زن، از رقصا، از نوع حتی ارتباط دوتا بدنها با هم و اینا رو طبیعی میبینه و فکر میکنه اینا یه چیز خیلی طبیعی هستن که توی همه آدم ها وجود دارن، ولی ما هیچ وقت حاضر نشدیم اینا رو فیلم کنیم و با خودشون حرف بزنیم. ولی در این حال با وجود تمام این چیزا که میاد اینو میذاره تا حدی توی فیلم‌های اکستریم، یه چیز بد داره. خیلی اخلاقی فیلماش. یعنی آخر کار شما شروع می‌کنید بگید که عجب مرد بدی بود. یا مثلا چرا اینجوری برخورد کرد؟ هیچ وقت نمیاد نگاه کنید که آیا اصلا این صحنه، آیا اصلا برای واقعا مایا مهم بود که با اون سکس کرده، یا بیشتر براش مهم این بود که چرا رابطه عشقیش به شکست رسیده؟ اصلا برات مهم نبود سکس داشته. و اینجور چیزایی هستش که توی فیلماش خیلی، یعنی من از چند تنها عنصر که از فیلمش خوشم نمیاد اخلاقی نگاه کردن به ماجراست، اینکه مرد رو هنوزم یه دیو میبینه و شاید مرد توی مثلا مخصوصا این به خاطر اون بک‌گراند شخصیتی که داره، اون لایفی که داشته، شاید واقعا مرد اینجوره توی اون زمین ناخودآگاهش. ولی در هر صورت چیز جالبی از این جهت من برام نداشت. من میتونستم حتی این کانر هم اسم همون کانمنه دیگه، یعنی مرد دیگه یه جورایی همون اسمو، یعنی خود بریتیش ها اینجوری نگاه میکنن این اسمو، ولی در هر صورت من اینجوری نمیبینمش. یعنی برای من میتونست اون یادنی باشه که تحت تاثیر الکل، تحت تاثیر خیلی چیزا یه شبه با یه حالتی به یه حالتی رسیده. ولی چیزی که مایه رو بیشتر از همه ناراحت میکنه اینجا توی این فیلم این نیستش که با کانر سکس داشته، ولی اینی که میفهمه که کانر فقط بهش نگاه بچه‌شو داشته. درست این همون دختری که این ازش فیلم گرفته، بیشتر نگاه بچه‌گونه می‌بینه تا اینکه شبیه کسی باشه که بخواد پارتنر سکشوالش باشه. خب این صحنه‌های هستش از فیلم رد رود که اگه دوست داشتید ببینید فیلم خیلی قشنگیه. یه فیلم بعد از اینم آورده ارتفاعات ویندربرگ همچین چیزی، اونم فیلم خیلی جالب. فقط یه رو از آرنولد آوردم اینجا که من
دائم دوست داشتم توی این فیلم یه کاری بکنم که شما تفکرات مایا رو حس کنید. هی فکر کن جای مایا هستید. اگه جای مایا بودید الان چیکار می‌کردید؟ اگه جای مایا بودید آیا این مسیر رو می‌رفتید؟ اگه جای مایا بودید حاضر بودید دوباره بعد از اینکه دیدید 3-4 نفر گرفتنتون و امکان ریپتون هست دوباره برگردید ببینید سر اصل چی اومده یا نه؟ اگه جای مایا بودید آیا حاضر بودید مثلا برید مثلا دنبال این که بدونید این آقا کیه و کجا زندگی میکنه، کجا کار میکنه و یه سری چیزا رو در بیارید یا نه؟ اینا چیزایی هستش که توی مخصوصا سیستم زندگیمون داره میکنه. برای مادرش اصلا اهمیت نداره، مادرش نمیدونه این کانر کیه و داره چیکار میکنه، ولی مایا اینا رو پس میکنه، اینا رو رد میکنه، وارد یه مرحله دیگه میشه. و اینجاست من به نظرم مایا دختر شجاعه، از یه طبقه هست که داره شجاعت خریده و این شجاعت ساده نیست، این شجاعت خیلی سخته مخصوصا برای یه دختر 15 ساله. یه چیزی که من برام جالب بود، شاید یه خورده این نگاه خودمه، ولی من یه چیزی فیلمشو شبیه فیلمای فرهادی دیدم. فرهادی خود اصلا فرهادی حالا شاید خنده به نظر بیاد، ولی به نظرم فرهادی هم همین کار کرده، فقط چون ما به اون لول نرسیدیم که بشینیم صحنه‌های سکشوال رو بررسی کنیم. این خیلی راحت میاد وارد دل جامعه ایران میشه، خیلی راحت رابطه یه خانواده میدل کلاس رو بررسی میکنه مثلا تو فیلمی که بود، و خیلی راحت و طبیعی و عادی میاد وارد سیستم پایین‌ترش میشه، اونجایی که اون زن و شوهر تو بازار زندگی میکنن و قرآن دارن و با قرآن قسم میخورن و یه سیستم اینجوری دارن. من اینو خیلی شبیه فیلم فرهادی دیدم، احساس کردم به همون اندازه که فرهادی داره ریل میسازه میتونه بیاد و جزء این فیلمای اکستریم بریتیش قرار بگیره. البته از جمله فیلم‌سازای دیگه هم هانکه هستش که میاد جزء این لیست. یه چیز خوبه دیگه هم این فیلم‌ها دارن اینه که شما نمی‌تونید دنبال ژانر بگردید، یا نمی‌تونید بگید این فیلم اکشنه، این یه فیلم مثلا هارره، این یه فیلم هیچ کدوم معیار نمی‌تونه ژانر رو میشکنه و شما نمی‌تونید تقسیم کنه که این کدوم فیلمه و بذارینش داخل اون فیلم اون ژانر فیلم. خب اینم که من گفتم. فقط یه چیزی که به سینمای آرنولد میگن متفاوت‌تر از اکستریمیست ها دیگه، یعنی سینما آف سنسیشنه، خیلی احساسات رو بیان میکنه و تو رو مجبور میکنه با احساسات جلو بری، با همون پیشت میبره به جایی که بتونی تصمیم بگیری. باید به من این رو دارم از یک سورس میگم به اسم تانیا هورک، پیداش هم نمیکنی توی کتاب، اگر خواستی میتونم براتون چیزش کنم. نه راستی فرستاده شده هیچ. اسم فیلم فیش تایم اسمش. حالا من میرم دیگه از این مرحله به بعد وقت خود فیلم و براتون دونه دونه صحنه‌هاشو باز می‌کنم، اونجوری که خودم دیدم، اونجوری خودم احساس کردم و اونجوری که تونستم با اون مقاله که خوندم به هم بچسبونم. اسم فیلم از این میاد که اون چی بهش میگن، اون proverbial fish out of tank، از این میاد که دیگه این میخواد باز کنه زندگیشو، میخواد در بیاد از اون آکواریوم ماهیش، از اون جعبه میخواد در بیاد و بدنش در میاد، بدنش سکس میکنه، از خونش در میاد، از نیبرهودش، فضای نیبرهودش در میاد، اون میره شهر رو اکسپلور میکنه، میره شهرهای دیگر رو اکسپلور کنه، دست آخر ما میبینیم که کلا اصلا خود شهر رو میذاره و وارد شهرهای دیگه میشه. اگه اون که شاید خوب باشه مثل خود کارگردان که رفت و خب براش بد بود. من یکم چایلد بود همین چیزی که تو میگفتی میخواد دوست داره از فضای بچگی دیگه در میاد. این خود فیلم بیان میکنه. حالا من فیلمو از دو جنبه بررسی کردم، یکی محتواش، یکم تکنیکی. ببینیم چجوری با کامرا بازی کرده، همین که ببینیم تو محتواش چی داشته، چه چیزی اینو جالب میکنه برای ماها که خسته نمیشیم بعد از این مدت ساعت نگاه کردنش. خب من از خب من از اینجا شروع میکنم. اولین کار خوبی که میکنه کارگردان اینه که ما گیز دختر رو داریم، یعنی از حالا به بعد وقتی فیلم شروع میشه ما رو ناخودآگاه شروع میکنیم جای دختر نشستن، چشم ما چشم دختره و کم این کاری هم که میکنه کار سختیه، برای اینکه باید بیاد دوربین رو بذاره رو شینه دختر و ما دائم داریم تو فیلم از جاهای مختلف میبینیم که هی موهای کوتاه به صورت اذیت کنی، این جلوی دوربین ماست، دقیقا تو احساس میکنی که دوربین درست اینجاست ولی و چشمای مایا اینجاست، هر دوتا هم ردیفن و دارن هر دوتا با هم یه چیزو به ما نشون میدن. اولین اتفاق اینجا میفته که رابطه این دوتا با همه، نگاه این پسر دختر اولین حالتی که با هم اتفاق میفته رقص بوده که آخر بارم با رقص اینا به سکس میرسن، پس اینا چیزی هست من خودم کشف کردم ولی توی مقاله راجب اینا اینجور صحبت نکرد.
این دختر ادامه میده بدن رقص و اموشنی که از این پسر میگیره باعث میشه که بره دنبال این مرد ببینه این مرد کیه و چقدر میتونه به این مرد اعتماد بکنه. ما تو درست توی استفانس برای داریم که این میره سروت کیفش و همجا شروع میشه که آیا من قبول کنم این مرد رای نکنم، این کیه که میاد برای من یه لیوان چای درست میکنه در اولین روز برخورد ما. اینا چیزایی هستش که برای خیلی از خانمهای که یک نگاه امنیتی دنبال میاد، یعنی این چیز تو آقایون شاید کمتر باشه ولی تو خانم ها این چیز حساسی. حالا من اینا رو باز میکنم داشته باشینا به درد میخور. خب ما میبینیم که خیلی دختر با وجود لجباز بودنش، با وجود آدمی که لجوجه، با وجود آدمی هستش که به کسی گوش نمیده، دائم با مادرش دعوا میکنه، ولی به شدت آدم احساسیه و تندر نسبت به حیوان ها حداقل. پس ما همینجا به ما یک کلید میده که این دختر است که تحت شرایط به جای رسیده و این اخلاق رو داره نسستری ذاتن این تو وجودش نیست و اون احساسی نسبت به این حاله. خب دوباره ما از مایا داریم اینجا. من نتونستم چند بار رفتم برگشتم که موهای مایا رو بگیرم ولی سخت بود. دوباره ما مایا داریم که شروع میکنه فضای رقصیدن مرد رو با دو تا زنها بررسی کردن. مایا از حالا به بعد دیگه شروع کرده این مرد رو سنجیدن. مایا داره اینو میذاره جزء لیست کسایی که آیا میتونه بهش اعتماد کنه، آیا میتونه دیدنش داره، آیا میتونه باهاش صحبت کنه، آیا میتونه باهاش سکس کنه، آیا میتونه باهاش زندگی کنه، آیا میتونه بهش عشق ببرزه. آخر همه اینه چیزی که واسه خیلی از خانم ها کار سختیه تو مرحله اول اکسپت کردن. میگه مرحله بعد اینجا ما نفسای مایا رو داریم شدید. توی فیلم اصلا کنر نفس نمیزنه ولی ما نفسای مایا رو داریم. مایا داره به شدت احساساتی میشه نسبت به این قضیه. بدنش با بدن مرد کانتکت گرفته و این کانتکت ساده نیست براش. تا حالا هیچ وقت این کارو نکرده. یه دختر 15 ساله‌ای که هیچ وقت با مردی که راحت اینو بغل کنه و آروم بذارتش تو ته وجود نداشته. مایا شروع می‌کنه آنالیز کردن یک مرد. حالا دنبال این هستش که اینو بپذیره. کم کم چرا میپذیره؟ حالا هرچند این آفنان داره ها؟ یا موقع میپذیره یا موقع دفعش میکنه و من بهتون میگم چه موقع. دوربین میاد رو چشمای مایا که به ما خالی کنه. مایا حواسش هست دارش اتفاق میفته. درخشت این خیلی خوب دیسته نشد چون برای سخت بود فیلم خودش همینجا کامل داره. بعد اگه دقت کنید بازوی مایاست. دوربین مجبوره بیاد پشت بازوی مایا فیلم بگیره برای اینکه من نوعی حس کنم که داره کفشم از پام در میاد. من نوعی حس کنم او مای گاد داره شلوارم کنده میشه و اون موقع است که ما شروع میکنیم با تایاز همزادپنداری کردن. اگر یه زن باشیم ناخودآگاه خودمون سس میگانیم، مثلا یه دختر ایرانی باشیم که همیشه رو چطور ترس داریم، اگر هم یه مرد باشیم که میگیم به به. ولی در هر دو صورتش اینه که این نگاه به ما میره از دید مایا. ما به مایا هستیم اینجا و این خیلی جالبه. ولی کنر یه آدم کانمنه. چیکار میکنه؟ نمیاد به راحتی همون لحظه. آیا البته من میتونم کنر رو کانمن بدونم؟ نمیدونم. ولی آدم هیلگر بدونم؟ نمیدونم. ولی چیزی که میدونم اینه که در هر صورت این الان یه آدم دیگه داره، این مادر این دختر رو داره و دلیلی برای سکس با مایا نمیبینه. برای همین خیلی راحت روشو میده و بهش نشون میده که تو میتونی به من اعتماد کنی. این داره ذره ذره ساخته میشه. اعتماد برای سکس یه چیز خیلی مهمیه برای زن، حالا تو هر مقطع یا چیز طبقاتی میخواد وجود داشته باشه. خیلی مرحله مرحله است. ولی دارم میگم آن آف داره دیگه. خیلی راحت بهش میگه که صبح روز بعد مامانش میگه پاشو برو یه لباسی بپوش. چرا با شورتی؟ میگه که من لباس داشتم. اینجا ما نمیفهمیم که مایا داره جواب مادرش رو میده. ما میفهمیم که این داره جواب کنر رو میده. میگه من دیشب لباس داشتم، تو کندیش. و یه اعتراض خیلی بزرگی به اون میکنه. بعدم برمیگره مادرش میگه تو تا که از که تا حالا واسه من تصمیم گرفتی که من یه شلوار رو پوشانه نپوشم. اینجا ما میبینیم که داره اینتراکشن به کنر نشون میده. میگه تو حق نداشتی به فضای اینتیمیت من وارد بشی. ولی من اکسپت میکنم که تو این کارو کردی. چرا؟ چون ما تو صحنه‌های بعد می‌بینیم دیگه به کنر اعتماد می‌کنه. با کنر میره بیرون برای آهنگ، باهاش ماهی می‌گیره، اجازه میده که پاشو ببنده، اجازه میده بغلش کنه. اینجا ما کنر رو می‌بینیم که نفس تند می‌زنه. اینجا دیگه مایا نیست. چرا؟ اینجا دیگه کنر داره وارد
سیستم وارد اون کنش واکنش زنان مردانه میشه، دیگه نمیتونه اون کنه رو همیشه گی باشه، اونم تحت تاثیر قرار گرفته، داره میبینه مایای کلشق لجبازه هیدندهی که همیشه به این گفته به در نمیخوری وارد اون رابطه و ریلیشنشیپ میشه. خیلی ریلیشنشیپ جالبه، برای اینکه این فیلم داره خیلی آروم 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 رابطه سکشوال بین این دو نفر میسازه، نمیاد به ما هم شب اول یک صحنه سکشوالشون بده، و من برای این دوست دارمش، برای اینکه میاد به این جامعه ای که خیلی مرزاده است از نگاه فیلم، ببخشید جامعه فیلمی که اینقدر مرزاده است از نگاه سکشوال، یه نگاه جدید از اینکه چطور میتونی رابطه ایجاد کنی میده. مثلا تو فیلم خب همین که گفتم دوباره لازم میده که رقصشو ببینه، برقصه براش و پاش ما دوباره میبینیم که این پای دختر رو لمس میکنه و زخم به پاشو درست میکنه. این چیزا این هستش که برای یه دختر 15 ساله مهم میشه. من چرا رسیدم خیلی اعتماد، ما میبینیم که میاد به حاضر میشه دستشو بذاره روشینه مو، ما اینجا دوباره قشنگ حس میکنیم انگاری که حاضر خودمون بوی عطر کانه رو حس میکنیم اینجا، یه دیگه این رو به همون میده تاچ، بدن ها هم دیگر تاچ میکنن، حتی به اونجا میرسی که اجازه میده بکنه که سکش بزنه. و اینکه میتونیم حالا اینو بذارینش شما آقایون تو هر بوده از اون چیزای سکشوال عاشقانه ای کتک زن و چی میبینم اسمشون چیه؟ اوکی آماده است، همه صحنه رو تا اینجا کشونده آورده، دو نفر به هم اعتماد کردن آروم آروم، قرار نیستش که ما توی این صحنه ها هیچ چیز سکشوالی ببینیم. حالا میرسه به جایی که کانر میاد نشون میده که من با تو رابطه ندارم، من با مادرت دارم. اتفاقی که واسه این دختر میفته اینه که توجه کانر دیگه بهش نیست، توجه کانر به مادرش، اون به سکس فکر نمی کنه، اون فقط به میزان توجه فکر میکنه که دست داده و احساس حسودی میکنه. بعد خیلی جالبه، ما داریم از نگاه مایا میبینیم که کانر داشتوری سکس میکنه، اینجا خیلی جالبه ما داریم مرد رو نگاه میکنیم در حالی که تو فیلم ها همیشه برعکس، این مایی که داریم زن رو نگاه میکنیم، اینکه عجب بدنی میشه، چه رخت خوابی، چه فلان. مایا باهوش هم هست، روی سن کوتاه خودش، چیکار کوچیک خودش میاد میبینه که نمیتونه کانر رو توجهش رو جلب کنه، کانر داره میگه من با مادرتم، ولی کاری که میکنه میاد یه پسر لاغر مردنی رو برداره میاره جلو کنه، داره پسرم میشکنه، میگه که ببین من میخوام با این برم بیرون، تو رو خدا به من یه خورده پول بده. مثلا من نمیخواسته پول بده، حتی مثلا من شاید نمیخواسته درینک کنه، ولی فقط میخواسته یه کاری رو کنه که کنش رو کنه حسودی کردن، و این کارم میکنه و موفق میشه. حالا مرد میخواد 50 سال میخواد 100 سال، اینا تو همه چی یه چیزاشون ضعیف بعد باعث میشه آره اونو بعد میتونیم بهم حمله کنیم، ولی در هر صورت باعث میشه که حسودش کنه، مرد پخته حسود میشه یهو که همان که بعد ما وقتی وارد صحنه استیک میشیم اینا رو میگم. و چه کار میکنه؟ مخصوصا یه سوار کوله پسره میشه. چرا؟ برای اینکه میدونه کانر وقتی که سوارش شد شرکت نفس های تون دادن، پس این یک شکست خیلی خوبه واسه مرد. خب برینجا اوکی ما میرسیم به صحنه سکس. خب دیگه تا الان همه چی قشنگ پخته شده، ما یا دیده مادر سکس کرده پس اکسپ کرده که خیلی خب من اگه بخوام توجه تو رو داشته باشم حاضرم با سکس کنم، این یه مرحله است. یه مرحله دیگه خود کنره که حسودیش به اونجایی رسیده که میگه حالا من بهت نشون میدم چی بزرگتره. و ما میرسیم سر وقت مرحله سکس، و تو مرحله سکس هم میبینیم که خب چه اتفاقی میفته. چیزی که من برام جالب بود از که خیلی برام جالب بود، من پای مقاله خیلی همزاد پنداری کردم روی این تیکاش، بعد تو میخونمش چون نمیدونم واقعا چطوری ترجمه‌اش کنم. The choreography of movement between the body and a screen and our affective relation to the sexual scenario answers any easy understanding we may have about the interaction. حالا که درست ترجمهش کنم اینه که نمیاد به ما به خاطر داشتن این بدنها، این فرمها، این احساس رو بده که ما داریم ریپ میبینیم، برعکس احساس میکنیم که واقعا یه چیزی جا شده، این کانکشن هست، لازمه که اینا سکس کنن. اصلا اون لحظه منتظریم میگه بابا کی میرسه دیگه این صحنه. اوکی لیتس گو. آها دوباره برمیگردم سر اون قاعده احساساتی فیلم های این خانم، اینکه به هر حال احساسات یک زن رو بررسی میکنه تو تمام فیلم هاشون، همینجا شما میتونید برید فیلم های دیگرش رو ببینید و احساسات زن رو ببینید، جیش میکنه روی زندگی طرف، و این یک لحظه احساساتی بچگانه است. ها این
نقطه زنانه نیست. اینجا ما برمیگردیم که مایا هنوز یک دختر 15 ساله است. گریه میکنه به خاطر عصبی که از بین رفته، گریه میکنه به خاطر بچگیش، گریه میکنه به خاطر خیلی چیزای دیگه که توی مدت از دست داد. این همون دختری است که تو خود دعوا میکنه، رختش رو میکنه. ما میفهمیم که این یه دختر احساساتیه، در هر صورت با تمام مشکلاتی که وجود داره. و دست آخر هم خواهرش رو اصلا دوست نداره متوقف بده. میدونیم چرا؟ توضیح ندارم. خب من کامرا رو تقریبا گفتم براتون توی عکس‌ها، نمیام دوباره توضیح بدم. ولی خب خیلی کامرای آرومی داره. آروم میاد روی صحنه، آروم میاد روی احساسات، آروم میاد روی فضاها. نمیذاره ما اکشن 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 صحنه رو قطع کنه پشت سر هم. نگه میداره و میذاره که ما خیلی قشنگ با فضا آروم آروم جدا بشیم. بعد خیلی با ایموشن کار میکنه، با تاچ کار میکنه، لمس کردن اینا که من همه رو توی گفتم. روی کامراها صداها رو آن آمپلیفای میکنه. یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که دوربین رو در حقیقت نزدیک اون اکتوری میبره که میخواد ازش ما احساس بگیریم. یعنی نمیاد مثلا دوربین رو بیاره روی کورنر، ما دائم دوربین رو بغل مایا میبینیم و میخواد فقط مایا رو به ما بشناسونه. اون برش مهم نیست که مرد توی فیلم داره چیکار میکنه یا کی. خیلی خوب، اینم کنکلوژن من. رسیدیم به انتها. اولی که بگم من نیومدم اینو از من اومدم ژانرها رو شکستم و نیومدم اینو تو هیچ قالب تئوری قرارش بدم. اونجوری که فکر میکردم یه فیلم میشه آنالیز کرد به صورت خیلی سوشیال ریالیتی اینو من آنالیزش کردم. پس این از طرف من اینجوریه، مطمئنه شما ممکنه تیک های از حرفای من رو بگیرید توی قالب های فمینیستی که مطمئنه وجود داشت و توی قالب های فمینیستی با تمای متفاوت با زمان های متفاوتی که وجود داشته میتونین هم نگیرید. چیزی که من بازم میگم تکرار میکنم اینه که یه سینمای احساساتیه، یه سینمایی که افکتیوه، پرفورم بدن خیلی مهمه. میاد به ما یه که اینو من فراموش کردم بگم بعد اینکه حتما باز دوباره مثلا میگم شبیه فرهادیه، میاد به ما اینو میده که با خودتون تصمیم بگیرین حالا کی چیکار باید بکنه. آیا کانر آدم بدیه واقعا؟ آیا آدم میگه هستش که این پدر خوبی نیست؟ آیا آدم هست که دوست داره واقعا بره یه کاری بکنه و بیاد بیرون؟ یا مادره ما آخر بار نمیتونیم بازم مادره رو جاج کنیم، برای اینکه میبینیم مادر در هر صورت میخواد یه جوکانش رابطه با دخترش داشته باشه. پشن ضعیف ترس رو، تنفر رو، اخلاق رو میاد بررسی میکنه و چیزی که از همه مهمتر بود توی فیلماش این بود که به ما میگه که چرا فقط رابطه های هتروسکشوال رو نگاه میکنید بین یک زن و مرد جوان یا یک زن و مرد همسن و سن، میتونید توی هر فرم و شکل و سن و ایجی صورت بگیرید.